سلام فاطمه جون، خیلی خوش اومدین به برنامه من. ممنون که دعوت منو پذیرفتین. سلام نیوشا جان، خیلی خوشحال شدم از دیدنتون. سلام به شما بیننده های گرامیتون میکنم. خیلی ممنون. امیدوارم که شب خوشی داشته باشید. مرسی عزیزم. میشه لطف کنید یه مختصر خودتون رو به ما معرفی کنید؟ مثلا اینکه کجا زندگی میکنید؟ چند سال اونجایید؟ من در کشور اتریش زندگی میکنم. 30 ساله که من مهاجرت کردم از ایران و اصالتا ایران اهل گرگان هستم و اینجا چند ساله که زندگی خیلی میکنیم. هم عالی. من میتونم بپرسم در واقع تحصیلاتتون چی بوده؟ بله، من فارغ التحصیل رشته اقتصاد هستم چقدر عالی، و در این رشته درس خوندم. بله چقدر عالی. گفتین که یعنی 30 سال شما مهاجرت کردین، یعنی از خیلی بله، جوونی، یعنی جوون که از میگم سال الانم جوونی نه، منظورم خواهش میکنم. خیلی بله، خیلی. من 21 ساله بودم که از ایران اومدیم بیرون. بله، آها آها. اون زمان چی شد که تصمیم گرفتید از ایران مهاجرت کنید؟ ما فقط ما اومدیم از ایران بیرون مثل یه آزمایش بکنیم ببینیم که چجوری میشه، ولی دیگه بر نگشتیم ایران. اولین هیچ کشوری چیز که خاصی رفتین کجا نداشت. بود؟ اولین کشوری که ما رفتیم اوکراین، شهر کیف، و دیگه بر نگشتیم. بعد دیگه از اونجا رفتین اتریش. بله، از اونجا اومدیم کشور اتریش. به نظر شما چی باعث میشه که آدما تصمیم به مهاجرت میگیرن؟ من فکر میکنم که تصویرتون رفت. یه تنوع تصویرتون رو ندارم. قطع شد. تماسمون مجدد برقرار شد. شما تصویر منو بله. دارین؟ خب میفرمودید. من خودم به عنوان تنوع مهاجرت کردم. خیلی موضوع خاصی نبوده که من مثلا خودم بگم به خاطر این موضوع مثلا ما مهاجرت کردیم. فقط خواستم که یه تنوعی به زندگیم بدم، فقط همین. موضوع خاصی نداشت. متوجه متوجه. الان یه روز معمولیتون اونجا چجوری میگذره؟ من از صبح ساعت 3:30 از خواب پا میشم تا که حاضر میشم و اینا، من بعد 2 تا شهر از شهر خودمون دورتر برم سر کار. بله، بعد ساعت 5 صبح من از خونه میرم بیرون و درست 12 ساعت بعد برمیگردم خونه. بله، خیلی خیلی پس خسته میشی. خیلی خسته کنه. و آخر هفته هم که با شوهرم و بچم پسرم با هم هستیم و سعی میکنیم خوش بگذرونیم. خیلی هم عالی، بهترین کار رو میکنیم. خیلی هم عالی. به نظر شما که حالا جز اشخاصی هستین که خیلی قدیمی، در واقع خیلی در قدیم مهاجرت کردین و شاید تجربتون از خیلی ها بیشتر باشه، به عقیده شما چه چیزایی برای مهاجرت لازمه؟ مثلا بین زبان، مهارت و پول کدومش مهمتره و اینا رو به چه صورت اولویت بندی میکنید؟ اول از همه کسی که مهاجرت میکنه در مورد کشوری که میخواد بهش مهاجرت کنه، یعنی هر کشوری که هست، اول باید خیلی اطلاعات به دست بیاره. قانون اونجا چجوریه؟ قانون خیلی مهمه. و دوم اینکه در موردش باید خیلی اطلاعات جمع بکنه بعد به اون کشور مهاجرت کنه. این از پول، از هر چیز دیگه مهمتر بر مهاجرت. سعی کنید که میشه اینو بازش کنید، یعنی دقیقا چرا این هر مهمه؟ کشوری یه قانون خاصی داره که طبق اون قانون آدمای اونجا باید زندگی کنن. سعی کنن که اول
بیاموزن که اون کشور وقتی که میره باید چه جوری زندگی کنه، چی تو اونجا آزاده، چی اونجا اجازه نیست. این نمیشه که حالا که شما مهاجرت کردی به عنوان یه مهمان در یه کشوری هستی، نباید خلاف قانون اونجا شما یه کاری بکنین. خیلی موردا هست، مثلا میان اینجا مثلا یه کارایی رو میکنن فکر میکنن قانون نمیفهمه، ولی وقتی که مثلا دادگاه میشن در این مورد بعد میگن ما نمیدونستیم. اگر واقعا نمیدونستی چرا در مورد این قانون شما مطالعه نکردی؟ چرا یاد نگرفتی که تو این کشور یه همچین چیزی اجازه نیسته؟ این مهمتر از هر چیزیه. من خیلی آشنا داشتم، آشنا نه یعنی به دیدم خیلی چیزایی دیدم که آدم ها خیلی کارایی رو اینجا کردن که اشتباه بوده، دادگاه شدن. تو دادگاه گفته من نمیدونستم که این اینجا اجازه نیسته. و دادگاه همین حرف رو منو زده، گفته وقتی که شما نمیدونستی که در کشور من یه همچین چیزی اجازه نیست، برای چی مهاجرت کردی به کشور من؟ چقدر به نکته خوبی اشاره کردی. ممنونم. ولی قانون حرف اولو میزنه در مهاجرت. سعی کنید مهاجرت نکنین الان، چون الان واقعا من میتونم بگم که در اروپا مهاجرت کردن الان هیچه، خیلی بده. من براتون مثال میزنم، مثلا در یک جایی شما دعوت میشین میرید یه سفره باز بوده توش خیلی چیزا بوده، ولی الان اون سفره دیگه بسته شده، هیچ چیزی توش نیست. واقعا دوستانه براتون میگم به اروپا مهاجرت نکنید. ولی من خبر از یعنی در حال حاضر اینقدر شرایط اروپا رو بد می‌بینید؟ واقعا شرایط اروپا خیلی بده. اطلاعی از پناهنده ها و کسایی که تو کمپن و اینا مثلا تو همون اتریش دارید؟ به ما یه مقدار اطلاعات بدین در این زمینه؟ کم و بیش بله. خیلی ها رو الان با اولی انترویو برمیگردونن دیگه، مثلا نمیذارن انترویوتون باز باشه، شما یه چند سال زندگی بکنید بعد دو مرتبه شما رو انترویو کنن. در اولی انترویو برمیگردونن الان. مهاجرت صفره. آها. بعد کمپا به چه صورته؟ اتریش که مثلا یه آپارتمانایی هسته که نفری مثلا یه دونه اتاق میدن همونجا هستن دیگه. ولی در آلمان مثلا پلاتکا اینا میزنن، تو پلاتکا مردم میفرستن بیرون از شهر در شرایط خیلی بد، خیلی بد. ولی قبلا خیلی بهتر بود. متاسفانه موضوع بد شده. من واقعا از صمیم قلبم برای مردم ایران آرزو موفقیت میکنم و براشون میگم به اروپا مهاجرت نکنین، جونتونم تو خطر نندازین، چون خیلی ها با قایق میان کشته میشن. واقعا قلب آدم به درد میاد. امیدوارم یه روزی برسه که همه اینایی هم که خارج از کشورن برگردن به ایران. یه سوال، حالا که اینو گفتید بفهم. شما فکر میکنین یه روزی برگردید ایران زندگی کنی یا نه دیگه؟ البته فکر نمیکنم با توجه به اینکه اینقدر دور شما مهاجرت کردین همچین فکری بکنی، ولی خب شاید در برای بازنشستگیتون همچین فکری کرده باشید. گفتم بپرسم. من بعد از این همه سالی که بیرون از کشور بودم فقط یک بار رفتم ایران، اونم 12 سال پیش بود، چون که پدرم فوت کردن نتونستم در تشییع جنازش رو شرکت بکنم. خیلی دلم میخواست یک بار برم ایران و بعد از 21 سال
برای 10 روز رفتم ایران. عزیز. خوب بود ولی فکر میکنم دیگه من نمیتونم اونجا زندگی کنم. نه که بگم اینجا جای خوبیه اونجا جای بدیه، نه، اونجا جای خوبیه، من از جای بد رفتم، دیگه عادتی به خوب زندگی کردن ندارم. به خاطر همون هر کاری که کنیم آخرش هم میشه وطنم و من فکر نکنم دیگه بتونم برگردم ایران، چون من الان یه پسر بزرگ دارم که هیچ وقت ایران نبوده، ایران رو ندیده و منم مادری هستم که نمیتونم حتی برای یه مسافرت مثلا 2 هفته پسرم رو مثلا بذارم برم. به خاطر اون فکر دور میبینم این موضوع رو از خودم. عزیزم حالا به من اینو بگین که بعد از در واقع قانون و دونستن یک کشور، بین زبان و مهارت و پول کدومش اهمیت بیشتری داره؟ مهارت وقتی داشته باشی، یعنی در یه زمینه اگه درس خونده باشی میتونی که کار کنی پولو در بیاری بیشتر از اونی که با خودت میاری، خیلی مهمه. و زبان خیلی مهمه، چون وقتی وارد یک کشوری که میخواییم بشی حتما شما میدونید کجا میخواییم برید دیگه، اینجوری نیست که یه دفعه مثلا پاشتی برید توی کشوری، یا اینکه جنگ زده باشی مثلا مجبور بشی دفعتن یه دفعه شما برید توی کشوری که خب اون مسئلهش خیلی فرق میکنه. ولی اینکه مهاجرت بکنی حتما باید قبلا یک زبانی یاد گرفته باشید دیگه، مثلا سلامی علیکی، آدرس پرسیدنی، چیزی. خیلی هم مثلا میان اینجا انگلیسی حرف میزنن ولی متاسفانه اینجا انگلیسی میفهمن ولی جواب شما رو به دوچ میدن. پس مهمه که اگر به کشورهای اروپایی مهاجرت میکنن زبان حتما یاد بگیرن، در یه مدرک درسی هم داشته باشن، بعد اون پولی که شما گفتین با این در میاد، چند برابرش در میاد. درسته. شما فکر میکنید که با توجه به این که مثلا حالا تو 21 سالگی مهاجرت کردین، چیزی رو از دست دادین؟ چی رو از دست دادین؟ من اصلا چیزی رو از دست دادین؟ خیلی چیز مهاجرت رو از دست دادم. من محبت رو از دست دادم. من خیلی دختر شلوغی بودم. من انقدر شلوغ بودم همه میخواستن که من پیششون باشم، ولی وقتی که اومدم اینجا ساکت ترین دختر دنیا شدم. دلت میشکنه توی غربت دیگه. من اونجوری دیگه بزرگ شدم، یعنی من دیگه همیشه فکر میکنم چیزی رو ندارم که از دست بدم، چون خانوادم رو از دست دادم، چون من محبت فامیلم رو از دست دادم، من این چیزها رو از دست دادم، چیز دیگه نداشتم که از دست بدم. میفهمم. شما تو طول مدت که مثلا مهاجرت کردی از ایرانی ها فاصله گرفتید یا نه؟ چون خیلی ها میگن خب آقا مهاجرت کردی دیگه با ایرانی ها قطع رابطه کن و نمیدونم داستان برات میشه و فلان و این داستان ها. میخوام نظر شما رو بدونم در این مورد. من رابطه صمیمی نداشتم هیچ وقت با کسی، ولی یه دوست ایرانی دارم که خیلی دوستش دارم. ما هر دوتامون اومدیم اینجا، ایشون در وین هستن و من در شهر دیگه هستم، ولی هنوز که هنوزه بعد از 30 سال با هم تماس داریم، خیلی هم همدیگر رو دوست داریم، هیچ بی‌محبتی هم ازشون ندیدم. فکر میکنم همه ایرانی ها باید همینجوری باشن با محبتم. نه، من که با ایرانی ها برخورد میکنم خیلی هم صمیمی، از کسی هم فرار نمی کنم. از ایرانی ها بعدی ندیدم. نه.
به نظرتون، یعنی به نظرتون نه، شما به چه کسایی پیشنهاد میدید که مهاجرت بکنن، به چه کسایی پیشنهاد نمی کنید که مهاجرت کنن؟ اگر دانش کافی رو دارین برای مهاجرت کردن، وقتی که شما دانش کافی داشته باشی، یعنی اینکه میتونی با قانون اون کشور زندگی کنی، یعنی اینکه میتونی سالم بودن رو در یک کشور دیگه ببری و همونجا سالم زندگی بکنی، میتونی زندگی تو از پیش ببری، کار خوب بکنی، کار خلاف نکنی، انسان خوب باشی. انسان خوب بودن در یک کشور دیگه نشانگر شخصیت اون کشور میشه. پس همیش سعی بکنم با دانش کافی از کشورشون خارج بشم. این خیلی مهمه. مطلبی مونده که خودتون دوست داشته باشید بگید من نپرسیده باشم؟ چون من خیلی سوالایی که پرسیدم کلی و چیز بود، یعنی وارد دیتیلی نشدم. اگه دوست دارید، صحبتی دارید، خوشحال میشیم بشنویم. بله، من از همه میخوام که اگر که به کشور دیگه ای مهاجرت میکنم، حداقل در اون کشور با همدیگه خوب باشن، ایرانیان پشت همو داشته باشن، همدیگر دوست داشته باشن، به هم کمک کنن. این خیلی مهمه. دل همو به دست بیارن، دل همدیگر نشکنن. البته که یه همچین موردی برای من هیچ وقت پیش نیومده و امیدوارم برای هیچ کس پیش نیاد. من دوست دارم که هموطنان همیشه زندگی خوب داشته باشم، همیشه موفق باشم و در خوبیا به هم کمک بکنیم، همیشه موفقیتشون رو ببینم. این آرزو منه. خیلی هم عالی. در مجموع شما از مهاجرتتون راضی هستید دیگه؟ البته که من خیلی سختی ها کشیدم، چون من از همون 21 سالگی تنها بودم. یعنی تنها خودتون و پسرتون؟ بله. هم بچه داری. من در ایران کم درس خوندم، یعنی تا سوم راهنمایی من ایران درس خوندم. بعد که اومدم در کشور اوکراین، کیف، من به درسم ادامه دادم و تا مرحله دکترا پیش رفتم. پسرم هم کوچیک بود، خیلی سختم بود، هیچ کسو نداشتم که بهم کمک بکنه، ولی خب هم درسم رو خوندم، هم کار کردم، نصف روز کار میکردم، نصف روز درس میخوندم و میومدم خونه. باز تازه خونه داری و بچه داری شروع میشد. همیشه سعی میکردم مادر خوبی باشم و امیدوارم که مادر خوبی تونسته باشم بشم. هستید، شک ندارم. سعی کردم که همیشه رای درست رو برم جلو، چون خیلی جوان بودم. من یه پدر خیلی سختگیر داشتم. پدرم خونمون دیکتاتور بود. اون موقع شاید من خیلی مثلا میگفتم مثلا شاید راضی نبودم، میخواستم یه خورده آزاد باشم. ولی وقتی که اونجا من تنها بودم، تمام اون چیزایی که پدرم من میگفت اجازه نیست، نه نکن، اون همینجوری تو زندگی من هی تکرار میشد و همون باعث شد که من راه درست تو زندگیم بگیرم و تا اونجا که خودم میتونم انسان مفیدی باشم. درود به شما. واقعا این خیلی سخته که توی کشور غریب باشی، یه بچه داشته باشی، بخوای درس بخونی، از این ور کار کنی. خیلی خیلی سخته. واقعا من واقعا تحسینتون میکنم. شما یک خانم بسیار قوی هست. خواهش میکنم، شما لطف دارید. همچنین خود شما. قربونت. اینجوریه. و الانم پسرم 30 سالشه. کارمند اداره بیمه. اینجا میگم فرضی خیرونک هست. بس بداره شد. توی شهرمون همه میشناسنش.
خیلی عالی. سعی کردم همیشه بهش یاد بدم که انسان خوب و مهربونی باشه، با مردم را بیاد، به دیگران کمک بکنه. خدا رو شکر که تا الان شد، تا این به بعدش ببینیم چطوری میشه. قطعا بعد از اینم از این بهترم خواهد بود. مرسی عزیزم. عزیز دلم خیلی ممنونم بازم از حضورتون، از صحبت‌های مفیدتون، خیلی متشکرم. و ما اینجا با دوستان خداحافظی کنیم به اتفاق همدیگه تا شنبه بعدی و برنامه بعدی. خدا نگهدار. شما میتونید. من از بیننده‌های گرامیتون خداحافظی میکنم و دورا دور همشونو میبوسم. مرسی. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار همگی. خدا نگهدار.